سلام به شما بینندگان محترم چشمانداز دیرنیش. با برنامه 12 و با موضوع نافرمانی مدنی در مبارزات ملی آذربایجان در خدمت شما عزیزان هستیم. بیش از این در برنامه‌های قبلی از بنیادهای اندیشه سیاسی تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان دیرنیش در مسائل تئوریک سخن گفتیم. اینک و در این برنامه از روش مبارزاتی مسالمت آمیز و عدم خشونت نافرمانی مدنی که راهکار تشکیلات دیرنیش در رسیدن به اهداف تاکتیکی و استراتژیک ملی آذربایجان است خواهیم گفت. جنبش‌های مدنی بی‌خشونت کنش‌هایی هستند که بدون استفاده از ابزار قهرآمیز و اقدام فیزیکی اعتراض و درخواست‌های اجتماعی، سیاسی و حقوقی را در فضای مسالمت آمیز به کار می‌گیرند. در این نوع از مبارزات، معترضان به صورت غیر خشن و بدون دستیازی به اسلحه و یا دیگر موارد خشونتزا در تجمعات و راهپیمایی‌ها به صورت مدنی حاضر می‌شوند. جنبش‌های مدنی بی‌خشونت حاصل رشد و گسترش ذهنیت حقوقی است که عمری در حدود 100 سال دارد. در این نوع جنبش‌ها نافرمانی مدنی محور اعتراضات به شمار می‌رود. ترور، بمب‌گذاری، گروگانگیری، هجوم به مراکز تجاری و اداری حکومت که از اقدامات سیاسی و عوامل انقلابیگری و اعتراض در جنبش‌های کلاسیک و انقلابی بودند، در جنبش‌های مدنی بی‌خشونت جایی ندارند. در کنکاش از جنبش‌های مدنی بی‌خشونت، آنها را مبتنی بر حق اعتراض شهروندانی می‌دانیم که جان لاک، بنیانگذار اندیشه‌های لیبرالیسم کلاسیک، در رساله دوم خود به نام درباره حکومت، آن را در کنار حق جان، مال و آزادی از ارکان بنیادین آزادی‌خواهی می‌داند. حق اعتراض بر حاکمی که در ایفای وظایف حقوقی و قانونی خود کوتاهی می کند، شهروندان می توانند بر علیه آن حکومت دست به اعتراض زده و خواهان تغییر رژیم شوند. این دستاورد قابل تأمل است از شکل گیری اندیشه های دموکراتیک در دنیای مدرن و حضور شهروندان در عرصه های همگانی. در اوایل قرن 20 هنری دیوید سورو در رساله نافرمانی مدنی از رفتار مسالمت آمیز معترضان به نادیده گرفته شدن حقوق اجتماعی و سیاسی شهروندان نوشته است. دیدگاه های سورو را در مورد نافرمانی مدنی می توان بدین گونه خلاصه کرد. نافرمانی مدنی اقدامی فردی و مسالمت آمیز در شکل خودداری از پرداخت مالیات و سرپیچی از دستورات دولتی در این زمینه است. این امر هنگامی موجه و قابل توصیه است که اطاعت از دستور یاد شده از اطاعت کننده بی عدالتی نسبت به شخص سومی را بطلبد. معیار قضاوت در چنین مواردی وجدان شخصی است. نافرمانی مدنی وابسته به شکل یا ابزار محدودی نیست، ولی افرادی که دست به نافرمانی مدنی میزنند باید پیامدهای کیفر قانونی آن را پذیرا باشند. اقدام نافرمانی مدنی فراخوانی خطاب به شهروندان دیگر است. اگر نافرمانی مدنی از طرف اقلیت کوچکی صورت می‌گیرد، باید دارای فشار تحمل ناپذیری بر روی اکثریت حاکم باشد. تصمیم اکثریت حتی اگر چنین اکثریتی به طور دموکراتیک تشکیل شده باشد، تنها در صورتی مشروعیت دارد که در مورد موافقت تک تک افراد واقع شده باشد. ایده نافرمانی مدنی در قرن 20 توسط اندیشه و کنش سیاسی و مدنی مارتین لوتر کینگ در ایالات متحده آمریکا و مهاتما گاندی در هندوستان ظاهر شد و با ایده مقاومت مسالمت آمیز با اقدامات نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی گره خورد. از متون تئوریک جنبش‌های مدنی بی‌خشونت در دوره معاصر می‌توان به نوشته‌های جین شارپ اشاره کرد که از آنها به مبارزه مدنی نام می‌برد. جین شارپ مبارزه مدنی را در پیوند با مقاومت مدنی، تظاهرات نمادین و بدون خشونت جسمانی به بحث می‌گذارد. امروزه در مبارزات مدنی، راهپیمایی‌های آرام و در سکوت، سرپیچی از پرداخت هزینه‌های آب و برق و رفتارهای غیرخشن اجتماعی و فردی، اعتصاب‌های آرام در محیط کار و فعالیت‌های حقوقی و سیاسی در فضای مجازی اینترنت از نشانه‌های جنبش بی‌خشونت و نافرمانی مدنی به شمار می‌روند. یادآور می‌شویم از نظر مفهومی نافرمانی مدنی در نقطه مقابل تحمیل یکسویه و غیر دموکراتیک اطاعت یا فرمانبری نامشروع قرار می‌گیرد.
که ناظر به سرپیچی از دستورات و اطاعت نکردن از فرامین مورد استفاده است. در واقع نافرمانی مدنی اقدامی است که شهروند با اتکا بر ابزار مسالمت آمیز در راستای سرپیچی علنی و اعلام شده از فرامینی که به نام هنجار و یا آموزه‌ای که از سوی مافوق صادر شده ولی به نظر نامشروع می آید در مقابل قانون، حکم یا فرمانی مقتدرانه صورت می دهد. جان رولز از نظریه پردازان اندیشه های دموکراسی خواهانه می نویسد: نافرمانی مدنی خود را در کنشی علنی، مسالمت آمیز و وجدانی اما مغایر با قانون و معمولاً با هدف تغییر قوانین و یا تغییر سیاست حکومت متجلی می سازد. در حقیقت رولز نافرمانی مدنی را دارای سه پیش شرط می داند. نخست اینکه اعتراض باید در مقابله با مواردی از بی‌عدالتی آشکار صورت پذیرد. دوم اینکه همه امکانات قانونی دیگر که شانس پیروزی دارد قبلا به کار گرفته شده باشد. سوم اینکه اقدامات مربوط به نافرمانی نباید چنان ابعادی به خود گیرد که کارکرد نظام قانون اساسی را در حکومت‌های دموکراتیک به مخاطره اندازد. در روایتی دیگر از نافرمانی مدنی، تئودور ابرت برای آن سه شاخص اساسی خشونت پرهیزی، مسئولیت پذیری و محدودیت قائل است. در نظر او، اقدام متکی بر نافرمانی مدنی باید در درجه اول غیر خشونت آمیز باشد. مسئولیت چنین اقدامی باید از طرف اقدام کنندگان به طور فردی و جمعی پذیرفته شود. چنین اقدامی باید محدود باشد و بدیل‌های سازنده‌ای ارائه دهد. بر اساس این مؤلفه هاست که عده‌ای معتقدند در نافرمانی مدنی آن اعتراضی از نظر اخلاقی مشروع است که در آن نه فقط باورها و اعتقادات و علایق شخصی بلکه همچنین منافع جمعی و عمومی مد نظر است. نافرمانی مدنی به عمد یکی از هنجارهای حقوقی را نقض می‌کند، بدون آنکه فرمانبری و اطاعت از کل نظم حقوق را مورد تردید قرار دهد. نافرمانی مدنی آماده پذیرش پیامدهای خدشه‌دار کردن هنجار حقوقی می باشد و نقض قانون را به عنوان اقدامی نمادین و سمبولیک می فهمد. مسالمت آمیز بودن ابزار اعتراض در نافرمانی مدنی ناشی از همین واقعیت است. بنابراین نافرمانی مدنی را می توان سنگ محک بلوغ نظام دموکراتیک خواند. نافرمانی مدنی در طی قرن بیستم صورت‌های مختلفی داشته است. اعتراضات مدنی سیاه‌پوستان برای کسب حقوق اجتماعی، تظاهرات ضد جنگ در کشورهای مختلف، اعتراضات مسالمت آمیز زیست محیطی و جنبش‌های دانشجویی از اشکال نافرمانی مدنی و جنبش‌های مسالمت آمیز و عدم خشونت به شمار می‌روند. در همین راستا اشاره می شود تجمعات قلعه بابک، اعتراضات بی خشونت در مسئله خشکاندن دریاچه ارومیه، تجمعات دانشجویی در آذربایجان، تظاهرات مسالمت آمیز در واکنش به توهین‌های رسانه‌ای مرکزگرا، انتشار کتاب‌های ترکی، برگزاری کنسرت‌های موسیقی، برپایی نمایشگاه‌های هنری، تدوین و ارائه فیلم‌های سینمایی و تئاتر به زبان ترکی و تأکید بر حق دفاع مشروع نمونه‌های از نافرمانی مدنی در حرکت ملی آذربایجان به شمار می روند که در دوران نوین ملی‌گرایی آذربایجان در عرصه همگانی ظاهر شدند. نافرمانی مدنی در اهداف و اصول مبارزاتی تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان دیرنیش از جایگاه محوری برخوردار است. بیانیه اعلام موجودیت دیرنیش معترف است مشی مبارزاتی آذربایجان ملی دیرنیش تشکیلاتی بر پایه‌های مبارزه مخفی و نیمه علنی با راهکارهای دموکراتیک و غیر خشونت آمیز استوار بوده و استراتژی اولیه و بنیانی این تشکیلات جذب، پرورش و کادرسازی از نیروهای جوان در داخل سرزمینمان و ایجاد هماهنگی دینامیکی در لایه‌های مختلف جامعه جهت مشارکت در مقاومت ملی و مبارزه فراگیر می باشد. همچنین در بخش تبیین تاکتیک‌های مبارزاتی، مرامنامه دیرنیش بر این مسئله صحه می‌گذارد که تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان به شیوه مبارزه غیر خشونت آمیز و مدنی معتقد ولیکن حق دفاع مشروع ملت ترک آذربایجان جنوبی را محفوظ می‌داند. همینک به پایان این قسمت از سری برنامه‌های چشم‌انداز دیرنیش رسیدیم و تا درودی دیگر، بدرود.